سلام علی شیرازی هستم و این برنامه سهشنبه 15 بهمن ماه بررسی روزنامه هاست. بارش شدید برف در برخی استان های کشور و بحران ناشی از آن در کنار شرایط اقتصادی و انتقاد نسبت به نحوه توزیع سبد حمایتی کالا از مهمترین خبرهای روزنامه های امروز بوده. روزنامه شرق در تیتر عکس امروز از بحران سفید در دو استان مازندران و گیلان خبر داده و گزارش داده که در جریان بحران ناشی از برف در شهرهای تونکابون و فومن دست کم شش تن جان خود را از دست دادند. فاطمه جمالپور در گزارشی در این باره نوشته شهروندان غرب مازندران و شرق گیلان سه روز است که با بحران بیابی و بیبرقی بسته بودن راهها و محبوس شدن در برفی که ارتفاعش تا دو متر هم رسیده دست و پنجه نرم میکنند این روزنامه اظهارات شماری از شهروندان دو استان گیلان و مازندران درباره قطع آب تشکیل صفهای بلند نان قطع گاز و برق در برخی نقاط و جان باختن دو نفر بر اثر سقوط در حال برفروبی را نیز منتشر کرده. به گزارش روزنامه شرق با گذشت سه روز از بحران ناشی از بارش برف در شرق گیلان و غرب مازندران سرانجام روز دوشنبه سایت دولت از دستور ویژه حسن روحانی خبر داده و نوشته که رئیس جمهور در این دستور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و حمید چیتچیان وزیر نیرو را موظف کرد تا در اسرع وقت پیگیری های لازم در راستای بهبود شرایط مردم در زمینه تأمین آب و برق و وسایل گرمایشی و همچنین تسری در روند کمک رسانی و ارائه خدمات مناسب به آنان در روستاها و نقاط دورافتاده و بازگشایی راه و جاده ها در این مناطق را انجام دهند تا مردم در شرایط سخت ناشی از سرما دچار کمترین مشکل شوند. بنوشته این روزنامه مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران نیز از دستور ویژه محمد علی جعفری به فرماندهان سپاه استانی برای امداد رسانی به مردم استانهای گیلان و مازندران خبر داده. شرق با اشاره به اینکه ارتفاع برف در غرب مازندران و از جمله تونکابون به بیش از یک متر و سانتی متر رسیده از قول یکی از ساکنان این شهر نوشته از غروب روز شنبه برق قطع شد این باعث شد وسایل گرمایشی خانه هایی که پکیج و شوفاژ بود از کار بی افتد و بعد از قطع برق آب هم قطع شد چون شبکه آبرسانی تونکابون قدیمی و فرسوده است برف را روی اجاق گرم میکنیم تا آب آشامیدنی داشته باشیم و روز گذشته حتی شم و بیسکویت هم پیدا نمیشد تنها چیزی که مانده بود روغم بود تمام اینها البته در مورد شهر بود اما پنجا هزار نفر از جمعیت دویست هزار نفری شهرستان تونکابون در شهر تونکابون زندگی می کنند و مابقی در روستاهای اطراف هستند که جاده هایشان مسدود است. این گزارش اوضاع حتی در شهر بحرانی است بیماران و خانم باردار هیچ وسیله نقلیه و مسیر دسترسی ندارند شهر همچنین از قول پزشک اورژانس بیمارستان رجایی تونکابون خبر داده که دستکم چهار بیمار جان خود را از دست دادند به گفته این پزشک تا این لحظه سه بیمار دیالیزی و یک بیمار دارای زایعه مغزی ساکن در روستاهای اطراف شهر تونکابون به دلیل نرسیدن به بیمارستان در خانه محل زندگی خود فوت کردند. به نوشته این روزنامه در فومن نیز دو تن در حین برف روبی به دلیل سقوط از شیروانی جان باختند که یک نفر از کشته شدگان صاحب خانه بوده و نفر دیگر کارگر. فاطمه جمالپور گزارش نویس روزنامه شرق از قول شهروندان رامسری گزارش داده که در این شهر هیچ نوع ماشین برای رفت آمد نیست در راههای اصلی یک تیغه یک طرفه کشیدن نه 115 نه امداد وجود ندارد انگار در سطح شهر هرج و مرج است نه معمور نه مسئول پیدا نمی شود روزنامه ابتکار هم در تیتر عکس صفحه یک از بارش دو متر برف در برخی مناطق استانهای شمالی خبر داده و نوشته بارش کم سابقه برف در سرتاسر سر گیلان و نیمه غربی مازندران بیش از یک و نیم میلیون نفر ساکنان این دو استان و همچنین ساکنان برخی مناطق و استانهای شمال غرب ایران را قافل گیر کرده. به گزارش این روزنامه بارش یک تا دو متری برف در مناطق شمالی ایران از آستارا و تالش و فومن و رشت تا تونکابون و رامسر و چالوس و یخبندان، راهبندان و کولاک در جاده ها و قطعی همزمان آب و برق و حتی گاز در بسیاری از شهرها و روستاها به سنگ محک تازه‌ای برای سنجش میزان آمادگی نیروهای امدادی و مدیریت بحران در کشور بدل شده. این روزنامه تأکید کرده که مقام های مسئول از رئیس ستاد بحران کشور تا فرماندار تونکابون دلیل کندی امدادرسانی را عدم پیشبینی بارش برف سنگین عنوان کردند. روزنامه جامع جمع نیز گزارش داده که بارش برف چند روزه بسیاری از نقاط کشور را سفید پوش کرده و موجب تعطیلی مدارس و اختلال در زندگی روزانه این مناطق شده. اما این بارش ها در استان مازندران و گیلان طی چند سال اخیر بی سابقه و همراه با ایجاد مشکلات بسیاری همچون قطع آب و برق و تعطیلی ناموایی ها و فروشگاه ها در برخی مناطق بوده به نوشته این روزنامه از بین استانهای شمالی وضع مازندران بحرانی تر است به طوری که بخش وسیعی از مناطق غربی این استان همزمان با بارش سنگین برف از صبح شنبه با قطعی آب و برق مواجه شده و تا کنون نیز وضعیت ادامه دارد. جامعه جم تاکید کرده که به دلیل تعطیلی فروشگاه و ها و نانوایی ها شهروندان این مناطق در تأمین نیازهای غذایی خود با مشکل مواجه شدند. این روزنامه از قول شهروندان تونکابونی خبر داده که نانوایی های شهر تعطیل است و نظارت مطلوبی بر فعالیت آنان صورت نمیگیرد و این در حالی است که بیشتر مغازه ها نیز تعطیل است و اهالی برای تأمین آبهای معدنی هم با مشکل مواجه هم. جامع جمع همچنین خبر داده که ربیع فلاح استاندار مازندران برای اعزام ماشینالات راهداری از جمله گریدر، برفرو و بلدوزر از استانهای تهران، البرز، قزوین و گیلان برای بازگشایی جاده های اصلی و فرعی مناطق غرب استان کمک خواسته. به نوشته این روزنامه همزمان با توجه به کاهش شدید دما در بیشتر استانهای کشور و شکسته شدن رکورد مصرف گاز در روزهای اخیر شرکت ملی گاز اعلام کرده که در صورت رعایت نکردن جویی در مصرف گاز طبیعی از سوی مشترکان احتمال افت فشار یا قطعی گاز در کشور وجود دارد. جامعه جمع با اشاره به اینکه ارتفاع برف در برخی مناطق استان گیلان به بیش از یک متر میرسد گزارش داده که بارش برف در استان گیلان نیز در شهرهای سومه سرا و انزلی بیشتر از جاهای دیگر بوده به طوری که رفت آمد مردم را دچار مشکل کرده و حتی به برخی منازل این دو شهرستان آسیب رسانده و آب و برق نیز در این دو روز در این شهرستان ها قطع بوده اما شقایق تباتبایی طبع در مقاله در روزنامه آرمان با عنوان بوی آشنا نمی آید نوشته تهران زندگی معنای کافی را نمیدهد. گاهی باید گفت تهران کلافگی. چند سالی است تهران بوی غریبی می دهد. نه؟ نمی توان چنین مسئله را نادیده گرفت و نگفت. ما روزانه گرفتار هزاران بو می شویم و محله را بر اساس بویی که در آن استشمام می شود نامگذاری می کنی. در طول مسیر بوی اگر بپیچد بر ادامه راهمان تاثیر میگذارد و چند ده است که بوی تهران بر تنفسمان تاثیر گذاشته. نویسنده افسوده تهران دستهایش را گشوده که هر ملیت و قومیتی بیاید و شبی زیر آسمانش بماند ولی مدت هاست که بویی در برخی مکانهای عمومی در پارکا در رستورانهای روباز استشمام می شود که فرد را منگ می کند. هر تهرانی او را می شناسد. بویش را تشخیص می دهد و هزاران فکر و گفته هایی که درباره او شنیده به ذهنش می آید. این روزها تهران میزبان مخدری است که بویش هر از گاهی با هوای پاکیزه آلوده شهر یکی می شود. سرانجام مقاله آرمان این که شاید همین مهمان پنهانی، علف یا ماریجوانا بود که هوش تهران را ربود و دیگر زمستان ها در کنار برف سنگین میزبان بوی فلافلی ها و جوب ها و گهگاهی بوی گل یخ زمستانی نشد تهران گیر کرده میان کلافگی تهران هیچ مرهمی ندارد که بگذارد تهران شرم کرده و پشت یکی از باخهای اطراف شهرش که برای ترک اعتیاد تأسیس شده قدم میزند و حالا نگاهی به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران جمهوری اسلامی رئیس جمهور مردم باید در سایه وزارت اطلاعاتی قوی احساس امنیت کنند اطلاعات حقوق ماهانه تا یک میلیون تومان از مالیات معاف شد جوان سخنگوی دستگاه غذایی با تکذیب رفع حصر کروبی انتظار طبیعی مردم برخورد با فتنگران است ابرار عضو فقه های شورای نگهبان اگر شورای نگهبان تعطیل شود سه قوه دیگر هم تعطیل می شود. دنیای اقتصاد گشایی هیلاری کلینتون از عقب نشینی تحریمی آمریکا همشهری سریال سبد تا شب عید ادامه دارد کیهان <مسرح> مصرف گاز رکورد شکست درخواست از مردم برای صرف جویی مسعود کازمی در مقاله در روزنامه قانون با عنوان سبد فلاکت نوشته در طول دویست روز گذشته فقط در زمینه مذاکرات هسته‌ای شاهد تغییراتی بوده ایم. اما در داخل کشور همه چیز ایدال بوده است باید راه گذشتگان را برویم قرار بود فراموش نکنیم آنچه بر پیشینیان رفته چهره اقلانی ایران و چهره انسانی انقلاب را اینگونه نشان می دهیم. به نوشته این مقاله دولت است که باید پاسخگو باشد که چرا ثروت ملی را به صورت درست بین مردم توضیح نمی کند تا شاهد چنین صحنه هایی نباشیم. کشور ما سرشار از منابع طبیعی است که ثروت بادآورده ای را برای حکومت به ارمغان می آورد اما به طور مثال پول نفت به جای ساختن زیر ساختا و ارتقای سطح زندگی مردم به جیب چندین نفری سرازیر می شود که به نام دور زدن تحریم ها مردم را دور زدن نحوه توزیع این سبد کالا و نحوه مواجهه مردم با آن نشان داد که این سبد سبد فلاکت است روزنامه تهران امروز هم ضمن انتشار عکس هایی از صفحه دریافت سبد کالا در صفحه یک خود از اعتراض به سوء مدیریت در توزیع سبد کالا خبر داده. این روزنامه نوشته طی دو روزی که از توزیع سبد کالایی میگذرد صفهای طویلی در سرمای زیر ده درجه زمستان تشکیل شده که به خلق صحنه های ناراحت ای تبدیل شده و در این میان خبرها حاکی از آن است که کمبود مراکز توزیع سبد کالایی باعث شده تا بسیاری از زنان و مردان سالخورده در صف دچار مشکلات جسمانی شوند و در مراحلی کار به درگیری فیزیکی هم کشیده شده تهران امروز همچنین نوشته در پاره مکانها پلیس برای بازگرداندن آرامش به صفا وارد عمل شده پیشتر هم گزارش شده بود یک پیرمرد سالخورده در کرمانشاه سر صف دریافت سبد کالایی دچار مشکل جسمی شده و جان خود را از دست داده که البته پلیس این گزارش را تایید نکرد و دلیل فوت پیرمرد کرمانشاهی را عامل دیگری دانست این روزنامه با انتقاد از روش توزیع سبد کالایی دولت نوشته تصاویر نشان می دهد که در تمام شهرهای کشور صفهای دراز سبد کالایی تشکیل شده است. روزنامه جهان صنعت نیز در تیتری که خود گزارش داده که سبد کالا, سبد کالا مجلس را به تشنج کشان و موجب درگیری لفظی مهدی کوچکزاده و محمد قسیم عثمانی دو تن از نمایندگان مجلس نهم شد. به نوشته این روزنامه در آغاز جلسه علنی روز دوشنبه مجلس مهدی کوچکزاده نماینده اصولگرا در تذکری آین ای گفت یک کلمه به ملت ایران میگوییم ما در جریان تدبیرهای خارجی و داخلی دولت نیستیم هرچه میخواهند میکنند بعد هم معاون دولت همه چیز را به گردن مجلس مظلوم میاندازد که مردم در مورد مجلس تجدید نظر کنند و همانطور که مجلس در جریان تصویب سبد کالا و توضیح آن نیست ما در جریان فروختن عزت ملت ایران در مجامع بین المللی هم نیستیم روزنامه جهان سند نوشته که محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان نیز در پاسخ به اظهارات کوچک زاده گفت یارانه کالاهای اساسی و ضروری را خودمان در مجلس تصویب کردیم اینطور صحبت کردن آقای کوچک زاده در شعن مجلس نیست ضمن اینکه دولت گذشته این اعتبارات را به صورت بن میان یک میلیون نفر نور چشمی توضیح می کرده. این روزنامه همچنین خبر داده که محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی که در مجلس حاضر بود در پاسخ به اعتراض مهدی کوچکزاده گفت که موضوع کالاهای اساسی و هزینه کنترل و تنظیم بازار بخشی از قانون بودجه است و برای خدمات ضروری به مردم 2300 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته که اعتبار ارائه سبد کالا به مردم در نظر گرفته شده کمتر از این رقم است. روزنامه ایران ارگان مطبوعاتی دولت اما در تیتری یک با اشاره به اینکه مردم روز دوشنبه دویست و بیست هزار سبد کالا گرفتن خبر داده که جامانده ها مرحله بعد دو سبد کالا می گیرند. این روزنامه از قول بهمن حاجلی مدیر اجرایی سبد کالای دولت خبر داده که احتمالا زمان تحویل سبد کالا تا پایان سال تمدید می شود و مشمولانی که این دوره سبد کالا دریافت نکردند دور بعد هر دو سبد را یک جا دریافت می روزنامه ایران همچنین از قول علی ربی وزیر تعاون کار و رفاه نوشته کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی مشمول دریافت سبد کالا شدند. به نوشته این روزنامه علی عربی همچنین گفت در مرحله دوم توزیع سبد کالا که از دو هفته آینده خواهد بود همه ی بازنشستگان تأمین اجتماعی و کارگران و به تدریج تمام مشمولان سبد کالا دریافت خواهند کرد با یزید مردوخی هم در سرمقاله روزنامه شرق با عنوان در چاله نیفتید نوشته روند تصمیم سازی اقتصادی در دولت یازدهم روند امیدوار کننده است توجه به زبان اقتصاد و اهمیت احیای بدنه کارشناسی برای دولت دارای اهمیت است و این حلقه مفقوده سالهای گذشته دستگاه اجرایی بود. با این حال اجرای طرح موسوم به سبد کالا سبب شده تا برخی ناهمهنگی ها در اجرا آشکار شود. به نوشته این اقتصاددان بزرگ نمایی کاستی های اجرایی این طرح از سوی مخالفان سیاسی دولت که در مقابل عجایب و قرایب اقدامات دولت گذشته رویه سکوت یا تمجید پیشه می کردن، آشکار است. اعطای کالاهای ضروری به مردم در نظر و روی کاغذ شدنی است اما هنر آنجاست که بتوان اجرا را به گونه تنظیم کرد که به هدف ختم شود و سبب نشود که ادهی فرصت برای ناراضی تراشی به دست آورند. مقاله شرق ابراز امیدواری کرده که در روزهای باقی مانده منطق بهتری بر این طرح حرک فرما شود و البته میزان رضایتمندی مردم با معیارهای علمی سنجیده شود و نه سر و صدای مخالفان سیاسی که کارنامه 8 سال گذشته آنان برای مردم روشن است و آیدین سیارسری هم در روزنامه قانون به تنز این مطلب پرداخته و در مطلبی با عنوان سبد کالا بود در این زمونه بلا نوشته انصافا اگر در مورد این سبد کالای دولت نکاتی را ذکر نکنیم مردم فکر میکنن ما روشن فکر نیستیم و این خیلی زایی است که همه روشن فکر باشند و نویسنده مملکت نباشد. لذا امروز را اختصاص دهیم به قضیه سبد کالا یک سبد کالا به کسانی تعلق میگیرد که حقوقشان کمتر از 500 هزار تومان است سوال واقعا داریم واقعا داریم کسی که کمتر از 500 هزار تومان حقوق بگیرد پاسخ بله که داریم عده از کارگران محترم و تکسلولی ها و تکیاختگان زحمتکش آغازیان شریف آمیپا و مجکداران همیشه در صحنه پایه حقوقشان همین مقدار است و اتفاقا زندگی شادی هم دارد دو حسین طلان نماینده مجلس در انتقاد از نحوه توضیح سبد کالا گفت نباید جان مردم را برای گرفتن تخم مرغ، برنج هندی و مرغ یخی به خطر انداخت. این طرح با اشکالات اساسی در اجرا مواجه است. جای کرامت و عزت مردم در سبد کالا خالی است. توضیح من نمیدانم چرا مردم و مسئولین اینقدر از دولت انتظار دارند. یعنی انتظاری که اینها از دولت دارند مادر شوهر از عروس ندارد. امروز میگویند چرا ما باید برای سبد کالا صف ببندیم؟ فردا میگویند سال, سال که نو دولت شبانه بیاید توی خانه ها و هدیهش را بگذارد توی جوراب مردم پس فردا میگوید ما دستمان نمیرسد دولت بی زحمت بیاید پشت ما را کیسه بکشد خب انتظاراتتان را بیاورید پایین بنده قبلا هم بارها اعلام کردم که در حال حاضر آب قطع است و دولت خودش هم از کلوخ استفاده می کند بعد شما به جای اینکه قدردان توافق ژنو باشید حرف از عزت و کرامت میزنید سه سوال منتقدان میگویند چرا به بعضی ها که زیر خط فقرند سبد کالا تعلق نگرفته ولی به بعضی از مرفهین تعلق گرفته پاسخ واقعا بعضی ها مغرزند دولت اینقدر بیوجدان بی شده که به نیازمندان سبد کالا که از غذا حاوی برنج هندی هم هست بدهد که فردا سرطان بگیرند انسانیت کجا رفته؟ چهار سوال از دادن سبد کالایی چه کسانی خوشحال می شوند؟ دو دسته هستند که با دیدن ضعف دولت در توزیع سبد کالا و ابراز نگرانی نسبت به عزت از دست رفته ملت به نقطه اوج لذت میرسند یک سری که بعد از انتخابات روزی سه دفعه صبح زور شب نسبت به عزت مردم ابراز نگرانی می کنند اینها همان هایی هستند که در آن 8 سال که از عزت فقط زرقامی قابل مطالبه بود با تخم کفتر هم نطقشان باز نمیشد. شد دست دوم هم اینهایی که تا ثابت نکنن ملت اشتباه کردن که رفتن رأی دادن صحنه را خالی نمی کنن. یعنی تا پای جان استادن ها یک کم که هوا خراب میشه یا یکی شکست عشقی میخوره این عبارت اینم از روحانیتون رو در میارن و میپاشن به صورت آدم نسخه روشنفکر و غرق در تفکر اینها هم همانهایی هستند که توی فیسبوک عکس روحانی رو میگذارن یک طرف ملت کمپوت شده تحت فشار در صف سبد کالا هم یک طرف دیگه و بالاش به طور خیلی خانه خراب کنی می نویسند پوپولیسم به سراغ کارتون های امروز میریم کارتون علی دیواندری در روزنامه اعتماد کارتون تاهر شعبانی در روزنامه جامعه جمع حسین کشتگار خبرگزاری ایستان کارتون کامبیز درنبخش در روزنامه شرق علی کاشی مردم سالاری کارتونی از حادی هیدری از علی دیوانداری و در پایان عکس روز حجت سپهفند در روزنامه آ بررسی روزنامه های سهشنبه امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه همونطور که میدونید برای دیدن این برنامه و همچنین آرشیو برنامه های بررسی روزنامه ها می به صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس facebook.com/ مرور مطبوعات سری بزنید ضمنا نظرات انتقادات و پیشنهادات خودتون رو هم در مورد این برنامه میتونید در همین صفحه با ما در میون بذارید تا فردا ایام به کام شب و روزتان خوش